بسیار عالی. دوباره من از اول بگم کنم ببندیم دیگه. خب ما من میخواستم قبل از این نظرسنجی بگم درباره یک آزمایشی که یک کمی به همین مسئله اینکه آدم چجوری اختیار داره نگاه میکنه و یه آزمایشی به اسم آزمایش لیبت. بذارید از اول یه جور دیگه بگیم، ما میگیم که اختیار داریم یا نداریم، یه داستان چیزی بگیم. ما یه سری فعالیت ها داریم یا یه حرکت هایی داریم که بهش میگیم حرکت های غیر ارادی و یه سری چیزهایی داریم که بهش میگیم حرکت های ارادی و بعضی هم حتی میگیم نیمه ارادی. مثلا فرض کنید که حرکت روده ها برای هضم غذا یه سری حرکت هایی میکنن. خب شما اراده ای روشون ندارید، این چیزه خودش داره رخ میده. یا مثلا این آزمایش هایی که دیدید، مثلا که میشینید برای تست این که اعصابتون چقدر قویه، دکتر با یه چکش میزنه یه جایی دقیقا زیر زانو و بدون اینکه شما بخواید پاتون حرکت میکنه و میاد بالا. این خب این حرکت به یه معنی غیر ارادیه، شما هر چقدر بگید نه من پاو نمیخوام تکون بدم، تکون میخوره. یا مثلا فرض کنید که یه سری حرکت ها هستن، مثلا فرض کنید شما اگر رانندگی یاد گرفته باشید یا مثلا دوچرخه سواری بکنید، یه سری کارا میکنید بدون که فکرشو بکنید، یا یه چیزی بیاد جلو خود به خود یه طرف میرید، یا یه تکونی بخوره شما بدون اینکه فکر بکنید، این مثلا دست دوچرخه رو یه جوری میچرخونید که تعادلتون رو برگردونید به حالت اولش. این حرکت ها به یه معنی شما اراده نمی کنید. یه ولی یه سری چیزا هستش که ارادیه. مثلا امروز صبح پا شدید میخواید از اتاقتون بیاد بیرون، الان پاشم برم بیرون یا اول من فلان کار رو بکنم، اینا رو خب اراده میکنید. اینا چیزایی که میتونید بهش فکر کنید، حالا عمیق بهش فکر کنید، کم بهش فکر کنید، سطحی بهش فکر کنید، ولی چیز میکنید. مثلا بهتون میگم آقا چه میدونم الان یه سیب یه دونه پرتقال هست، هر کدوم دوست داری بردار، و حال میگی که مثلا چون من پرتقال دوست ندارم یا دوست دارم، چه این سیب رو انتخاب کنم یا هر چیز دیگه. اینو قشنگ اراده میکنید، بین سیب و پرتقال یکیشو بر میدارید. حالا من دو تا دسته ارادی و غیر ارادی به شکل خیلی چیز کردم. بعضی هم حالا یه چیزایی هست نیمه ارادی، ولی خب اونم خیلی خیلی حالا به اون چیز میکنم. ولی مسئله به این برمیگرده انگار که مثلا فرض کنیم همین مثال رانندگی که ما میگیم حالا به معنی انگار غیر ارادیه، به این معنی میگیم که من آگاهی روش ندارم. یعنی مسئله آگاهی مسئله مهمیه. من اگر یه حرکتی رو انجام بدم که بهش آگاهی ندارم، اصطلاحا میگم انگار غیر ارادی انجام دادم. ضبط رو فعال کردم. بعد پس مسئله یک کمی به این برمیگرده که این که میگیم اراده، آره به یه معنی حالا که جدا باید معنی بکنیم. این مفهوم هایی که ما داریم میسازیم دیگه، باید بگیم دقیقا منظورمون از این مفهوم و اون مفهوم چیه و اون وقت اگر لازمه جداشون بکنیم یا چجوری به هم ربطشون بدیم. حالا برای همین ایده یه عده یه آزمایش کردن. آزمایش که اول انجام شده آزمایش لیبته، حالا یعنی در واقع این آزمایش به آزمایش لیبت معروف در 1985 اینا انجام شده. آزمایش چجوری بوده؟ یه سری آدم رو آوردن گذاشتن یه جایی، گفتم حالا یه آزمایش، معمولا میگن یه آزمایش دیگه ای داریم با تو میکنیم، ولی به هر حال گفتن که اینجا نشستی چند دو تا دکمه هست، خب یا چپی یا راستی رو فشار بده. حالا میتونه اینطوری باشه که یا هر وقت دلت خواست
دکمه رو فشار بده، یه دونه دکمه از فشار بده. ولی حالا بذارید اینطوری نگاه بکنیم که یه دکمه چپی یه دکمه راستی هست و میگن که هر وقت احساس کردی که یکی از اینا رو تصمیم گرفتی فشار بدی، یکیشو فشار بده، مثلا چپی رو فشار میدی یا راستی رو فشار میدی. و حالا ضمن این کار EEG میگرفتن. EEG یه سری الکترود روی مغز میذارن روی سر، این چیزایی که مثل نوار مغزی اینا که میگم از این جنسه. و بعد فعالیت های مغزش رو یادداشت میکردن. غیر از این یه تصویری میذاشتن جلوش، یه صفحه چرخانی که روش مثلا یه سری عدد نوشته شده و این چرخیده میشه. از این صفحه چرخانی یه گوشش فقط سوراخ داره که معلومه و اون هر لحظه یه عدد مشخص میشه. در نتیجه این شخص انگار یه زمان سنج دیگه هم داشته. بهش گفتن تو هر وقت احساس کردی که تصمیم گرفتی یکی از اینا رو فشار بدی، اون جلو عددت هم بخون، به ما گزارش کن، بعد تصمیمت هم اجرا بکن. پس این شخص این کاری که میکنه اینه که یه لحظه احساس میکنه که خب دیگه تصمیم گرفتم مثلا چپیه رو فشار بدم، الان هم که تصمیم گرفتم مثلا اینجا عدد 33 رو نشون میده و در نتیجه من اینا رو گزارش میکنم، چپی رو که فشار دادم اونا خودشون چیز میکنن، عدد 33 رو هم گزارش میکنم. اونتا آزمایشگرا این EEG که اینجا بوده رو هم نگاه میکنن و طبیعتا یه فعالیتی هم توی مغز دیده میشه، یعنی توی این چیزایی که حالا تصمیم گرفت که بزنه یه فعالیتی تصمیم گرفت. پس ما سه تا زمان داریم. یکی این که تصمیم گرفته، فهمید که میخواد تصمیم گرفته یه طرف رو بزنه. یکی این که دکمه زده شده میرسه به اونجا. یکی اون عددی که خونده میشه. به طور طبیعی ما انتظار داریم که آدم تصمیم بگیره، بعد یه فعالیتی توی مغز این شخص به وجود بیاد، این فعالیت باعث بشه که دست این شروع کنه به حرکت کرد. ولی برخلاف این تصویری که ما داریم، اتفاقی که میفته خیلی جالبه. این که اول یه فعالیتی توی مغز به وجود میاد، اینا ثبتش میکنن، بعد این آدم میگه که من تصمیم گرفتم یه کدومو فشار بدم و بعد فشار. یعنی این که آگاه شد به این که تصمیم میگیره که یه کاری بکنه، بعد از اینکه این اتفاق راه افتاده است، یعنی اتفاق راه میفته، سر راش که داره میره به دست به یا فشار بده، به یک جای دیگه هم یه اشاره میکنه، میگه که آقا تصمیمم گرفتیم، ما بدون اون وقت ما میفهمیم که چه تصمیم گرفتیم که آها این ور رو بزنیم یا این ور بزنیم. این خب خیلی اتفاق چیز متفاوتیه با اون تصویری که ما داریم. یعنی قبل از اینکه ما خودمون آگاه بشیم به تصمیممون، تصمیم گرفته شده. این آزمایش رو یه کمی دقیق ترش کردن، این میگم با EEG بوده، بعدن اومدن با FMRI انجام بدن. FMRI در واقع یه جور چیز دیگه، Fش فانکشنال، MRI هم که مگنتیک رزونانس ایمیجینگ، با میرین همون جوری که ما مثلا عکس برداری MRI میکنیم، اینا میان مطابق مغز رو میکنن و از روش اینکه فعالیت جاهای مختلف مغز چجوریه اونو در میارن. خب این خیلی هم چیز داره، منطقه های ریزتری رو میتونه چیز بکنه و این کار رو کردن. بذار یه نمونه از این شکلی که حالا توی کتابم هستش نشون بدم. آره، این شکلیه که توی کتاب هست، بذارید اینجاشو بیارم. یه سری حروف رو این دفعه نشون میدادن که به تدریج رد میشده، این زمان بر اساس ثانیه است، مثلا از منفی 3 منفی 2 منفی 1 منفی 0 اینا، و میبینید با بسامد 2 تا حرف بر ثانیه چیز میشه. و چیزی که
در آوردن با اف ام آر آی حدود 3 ثانیه قبل یه اتفاقاتی یه جاهایی میفته و بعد در زمان صفر این شخص میگه که آها فهمیدم میخوام مثلا چپی رو فشار بدم و اون وقت بعد از یه مدتی هم فشار داده میشه. یعنی این فاصله واقعا قابل توجه، این 3 ثانیه عدد کمی نیست. و جالبه اینا گفتن خب حالا ما یه تعدادی از این آزمایش ها کردیم، فهمیدیم که این طرف چجوری وقتی میخواد چپ و فشار بده یا راست و فشار بده چجوریه، تقریبا یه حس و حالی پیدا کردیم. البته خب یه کمی سخته چون به حال دقت ها اونقدر چیز نیستش. و چیزی که به دست آوردن اینه که گفتن خب حالا بیا دوباره انجام بده، مثلا 100 بار دیگه این چپ و راست رو حالا بگو که چیزه. نمیدونم، نه فکر نمیکنم، اینا مال 2008 اون موقع مردم اینطور نبود که وقتی آبم میخواستم بخورم با ماشین لرنینگ انجام میدادن، الان اینطوری شده دیگه. ولی چیزه، اینا اومدن اینو چیز کردن و گفتن خب بذارید حالا که اینطوریه من بفهمم که آیا این چپ رو تصمیم میگیره یا راست رو. مثلا 100 بار چند صد بار اینو انجام دادن و چیزی که حالا اون آزمایشی که 2008 انجام شده چیز بوده، حدود 60% موارد تونستن بگن که این 3 ثانیه قبل از اینکه این تصمیمش رو بفهمه میگیره تشخیص بدن که آقا این چپ میره، یعنی چپ رو فشار میده یا راست رو فشار میده. به دقت بکنید که حالا 60% بخواید بگید خب 60% 50 مثل 50 دیگه، خب ولی مثلا این که شما یه سکه رو مثلا 100 بار بندازید و 60 بار شیر بیاد، خب احتمالش خیلی پایینه. حالا من الان نمیدونم چند بار این کارو کردم، ولی هر چیز اگه برای 3 4 بار باشه خب 60% عدد عجیبی نیست، ولی اگر مثلا 100 بار 1000 بار این کار رو بکنید، اینکه 60% موارد رو بتونید پیش بینی بکنید که این طرف چی رو اندازه میگیره، یعنی از حالت تصادفی در اومده. پس داستانی که هستش، این ماجرایی که داریم اینه که خودآگاهی، با اینکه خب این واقعا تصمیمیه که ما میگیریم، یعنی چپ یا راست، ولی خودآگاهی یه جای وسط راه نشسته. اینطوری نیستش که ما اول تصمیم رو به صورت خودآگاه میگیریم و بعد اعمال میکنیم و میفرستیم بره پی کارش. پس اینو باید حواسمون بهش باشه که اگر داریم اراده میکنیم این فرق میکنه با اینکه ما آگاهیم به این اراده یا نیستیم. این آزمایش ها رو حالا به شکلهای دیگه هم انجام دادن، یعنی حتی سعی کردن که مثلا با یک الکترودی که اعمال میکنن یه سری چیز تصمیم شخص رو عوض بکنن و این کار رو میکنن. مثلا میدونن اگر اینجا رو فعال بکنن طرف متمایل میشه به این که مثلا این حالا چپی رو فشار بده یا راستیه. و بعد حالا برای کارهای دیگه هم کردن و خیلی جالبه که این اراده، این آگاهیه قشنگ میشینه توجیه میاره که چرا من این کار رو کردم. من به این دلیل به این دلیل به این دلیل تشخیص دادم چپیه رو اصلا بهتر فشار بدم، در صورتی که فشار اصلی رو یه چیزی از بیرون آورده بود، این الکترودی که ما کنم. بسیار خوب، من در همین حد اینجا مسئله رو چیز میکنم، نگه میدارم و میریم سراغ این بحثی که دوستان ما خواهند داشت. دوتای دیگه کجان؟ آقای رفتین بیرون و حالا برگردیم بالا. خیلی خب، بسیار عالی، اینو من ببندم. خب آره، ما حالا به ترتیب همین چیزی که اینجا هست، اول آقای معمر میخوایم شروع کنیم یا به ترتیب من پیشنهادی کردم که 5 دقیقه هر کدوم از افراد صحبت بکنن به ترتیب، حالا یکی از این گروه یکی از اون گروه و بعد چیز بشه بریم
جلو ببینیم به کجا میرسیم. و بعد حالا بعد از این در 20 دقیقه یکی دو تا سوال از حضار میتونیم بپرسیم، بعد دوباره ادامه. جانم آقای شیخی، من یه پیشنهاد داشتم، این بود یه که پیشنهاد. قبل از شروع بحث بیایم با همدیگه اون کلمات و اون تعریف همون رو یکی کنیم، یعنی فارغ از اون 5 دقیقه هایی که خودمون میخوایم بحث کنیم که بتونیم موثرتر بحث کنیم. نه خب این کارو میکنیم در همون 5 دقیقه. نه آخه جدا جدا میشه 5 دقیقه هامون، یعنی مثلا من بعد حرف بزنم، بعد مثلا حمید رضا بعد حرف بزنه، آره فقط خب 1 دقیقه اجازه بدید اشکال من نداره، من فکر کنم بزنیم. میخوای حالا بقیه اعضای مناظره چی میگن؟ اصلا من بکنم با کلاتر موافقم، به هم فکر کنم بذاریم حالا تک تکم بگیم، این حداقل برای خودمون تعیین کنیم تو این 5 دقیقه سعی کنیم ما اون ابهاماتی که داریم رو بگیم و اون عقایدی که داریم رو بیان کنیم و اونها هم سعی کنن ابهامات ما رو مثلا برطرف کنن، یا اگر سوالی از در مورد حرفایی که ما زاییم دارن بیان کنن و دور بعدی ما جواب بده این قضیه رو، که در پایه هم مشترک بشه. میخواید پس یه کاری بکنیم، یه 2 دقیقه اول شروع کنیم که یه کمی حرف رو بزنیم، بعد بریم اون 5 دقیقه رو. مشکل سازی. خب بسیار خب، من همین ترتیبی که اینجا هستین، از آقای محمد بعد آقای عباسی، فکر کنم بعد آقای شیخی، بعد آقای بشه که یک در میون بشه، این چیز بکنیم بریم جلو. موافقین؟ بله بله. بسیار خب، بس آقای محمد شما شروع کن. بسیار سلام عالی. خیلی ممنون که تصویرم من. حالا برای شروع نا کنید، ما اگر بخواییم پایه ها رو بخواییم یکسان بکنیم، یه پیام خیلی طولانی آمد میتونم، اگر بخواییم پایه ها رو بخواییم یکسان بکنیم، نا کنید اول چند جا مشخص بکنیم برای هم دیگه. ما من یک درس نوروساینس برداشتیم، ما یک سیستمی رو قبول کردیم، ما این نورون ها رو فهمیدیم چجوری کار دارن میکنن، نورون ها رو مدل سازی کردیم و قبول نمیدن کار دارن میکنن این مدل همون، و داریم عملا هم میبینیم که وقتی شبیه سازی انجام میدیم نتایج بسیار مشابه خوبی به دست میاریم. میدونیم مثل سیگنال بدیم آهان درسته، مثل نورون واقعی داره عمل داره میکنه، اگه حالا اون پارامتر همه چی خوب تنظیم بکنیم. پس ما الان قبول داریم یک مدل نورونی داریم که فیزیکی هست و داره خوب داره کار داره میکنه. حالا مشکلی که داره پیش میاد توی فرایندهایی که وجود داره، فرایند حافظه، فرایند تصمیم گیری، که برای اون هم شروع کردن به مدل دادن که ما تصمیم گیریم چه شکلی انجام میشه، ما چه جوری سن داریم حافظه ذخیره داریم میکنیم، برای این چیزا مدل هامون کامل نیستش، مطمئن نیستیم همیشه داره درست کار داره میکنه، ولی داریم نتایج داریم میبینیم که نشون میده که تا حد خوبی یک سری فرضایی که توشون کردیم درسته. حالا ما میگیم با توجه به این مدلی که ما دیدیم، ما با توجه به این مدلی که دیدیم یک و با توجه به اینکه دنیای فیزیکیمون تعیونیه، یک حالت تعیونی برای خودش داره، به نظرمون داریم، حالا تعیونی نگم، ببین ادکوئت دترمینیزم، یعنی اون تعیونی به قدر کافی، اگه بخوایم کوانتوم هم در نظر بگیریم شاید اصطلاح دقیق تری باشه برای حرفمون، و داریم میگیم که داره دنیای تعیونی که داریم و این نورون هایی هم که داریم در از همون قوانین فیزیکی ما دارن پیروی دارن میکنن، پس باید یک سری روابط علت و معلولی وجود داره و قابل پیش بینی ان کاری که انجام دارن میدن. ولی حرفی که پیش میاد اینه که میگیم خب پس در نتیجه از اونجایی که فرآیندها دارن از این نورون ها نشأت دارن میگیرن، پس اونها هم دارن یک روند علت و معلولی و با تجربه سایه، یعنی در واقع یک فرآیندی که مشخصشیه تعیونی هست، دارن طی دارن میکنن، پس در واقع اون اراده از بین داره میره. حالا اینجا خیلی مهمه که برای گروه مقابل ما تعریف کنن که اراده چی، اراده آزاد چی هستش. این اولین چیزی که برای ما مشخص بشه از این قضیه، از این جهت که ما براش میایم تعریف بکنیم، به خاطر اینکه ما میگیم آقا تمام دنیایی که داریم میبینیم اینا یک شکل دارن عمل دارن میکنن، یعنی از حرکتی که یک الکترون داره دور یک چیز انجام داره میده، از یک رباتی که یک حرکتی انجام داره میده، از تنشین شدن یک کریستال. تموم شد. من نمیدونم. 5 دقیقه بریم. 5 دقیقه. من که گفتم، من اول گفتم. به نظر من لب مطلب رو گفتی سینا. بذار بقیه تیکش مونده. اون تیکش خیلی بد اگه نگم. بذار بگم. آره. کجا بودم؟ میگفتی این همه چی دنیای اطرافمون تعیونیه، اینم با تعیونی باشه. آن از حرکت الکترون ها، از اون تنشین شدن مثلا شکر تو زبه، همه اینها اتفاقی که دارن توشون انجام داره میشه تا رشد درخت، همه اینها شبیه هم دیگن. پس ما دو نوع اراده مختلف، دو نوع انجام، دو نوع تصمیم گیری مختلف نمیبینیم. با
خاطر همین تعریف خاص براش نداریم. حالا یک گروه مقابل داره میگه که ما دو نوع اراده داریم، مشاهده در جهان داریم میکنیم، به ما بعد بگه که اینکه چی هستن، یعنی اراده آزاد چی هست، به ما تعریف کنه، به ما یک متر و معیاری بده که ما بتونیم با اون موجودات مختلف، چیزهای مختلفی که در جهان وجود داره رو دسته‌بندی بکنیم، که بگیم آه این سوسکی داره حرکت داره میکنه، این اراده آزاد داره، ما نداریم، مثلا اون درخت داره، مشخص کنه که ما بتونیم بفهمیم که آه اراده آزاد این هستش. و یه چیز مهمی هم در نظر بگیرم که کنید، ما قما نمیگیم که فرنده تصمیم گیری رو ما احساس نمی کنیم. اصلا مسخره است اگه این حرفو بزنیم. چون میگم بله، ما واقعا من به عنوان یک انسان نشستم و دارم احساس میکنم که دارم یک تصمیم دارم میگیرم و دارم یک عملی انجام دارم میدم. اینو قبول داریم. بعدا قبولم داریم که من به نظر به ذهن خودم یک تصمیم دارم میگیرم و بعدش یک عملی رو انجام دارم میدم. و این نکته اینه که آیا این صرفاً یک همزمانی، یک همبستگی بین اتفاقات، یا نه یک رابطه علت و معلولی هم بینش وجود داره. من فقط میخوام چیزی خیلی ساده نشون بدم در واقع حرفی که وجود داره اینه که ما میدونیم که یک چیز فیزیکی به نام پی وجود داره، یک چیز فیزیکی دیگه‌ای به نام پی استار وجود داره. این همون تیزه زدن نورون هاست، درسته؟ و قبول داریم که یک چیز منتال، یک چیز ذهنی وجود داره به نام ام، و یک چیز منتال دیگه‌ای وجود داره به نام ام استار. و این رو آزمایش‌ها ما نشون دادن که پی میتونه منجر به ام بشه و پی استار منجر به ام استار بشه. چون ما دیدن که نورونی رو تحریک بکنیم، حس تمایلی در ما میتونه به وجود بیاد، یا یک حس انجام کاری میتونه در ما به وجود بیاد. پس از رابطه پی به ام مطمئنی. حالا حرفی که وجود داره اینه که ما میگیم که برای رابطه‌ای که علت و معلولی که وجود داره فقط بین پی و پی استاره، پی باعث پی استار داره میشه، به وقتی که پی اتفاق افتاد ام رو به وجود میاره که اون توهم، اون حس تصمیم گیریه، و بعد پی منجر به پی استار میشه که اون پی استار باعث ایجاد ام استار میشه، که حس اینه که ما اون کار رو انجام دادیم. حالا مشکلی که اون گروه مقابل داره ام و ام استار رو داره میبینه که دارن به ترتیب اتفاق میفتن و داره میگه که این رابطه علت و معلولیه، ولی در صورتی که رابطه علت و معلولی در پی و پی استار وجود داره. حالا اگه شما دارید میگه که نه بین ام و ام استار وجود داره، یا اصلا نه مثلا پی منجر به ام میشه، ام منجر به پی استار میشه، بعد پی استار منجر به ام میشه، پس مجبور نشون بدید که یک رابطه ای از بالا به پایین وجود داره، از فضای ذهن به فضای فیزیک وجود داره. این رابطه ما نشون چه شکلی هستش؟ خب پنج دقیقتون هم گذشت. خب ببخشید، معذرت میخوام. خواهش میکنم. من خب همین حرف رو داشتم. خب آقای عباسی. سلام. من شروع بکنم؟ بله. این دیدگاهی که ما داریم و حالا همین رضا هم تمام اینجور باشه، من به شخصه فکر نمی کنم که جهان ما چیزی غیر از همین الکترون ها و اتم ها و این برهمکانش هایی باشه که ما مثلا تو درس نوروساینس میخونیم یا تو درس های دیگه. من به شخصه همچین نظری ندارم و این هم نیست که حالا ما اگر چه میدونم اختیار ببره یا چه میدونم این تقابل جبر و اختیار تو این مناظره فکر نکنم مثل از جنس اون چیزایی باشه که مثلا بین چه میدونم علم و دین، علم و فلسفه اینا باشه. یعنی اگه من دارم میگم اختیار وجود داره، به هیچ وجه پشت مثلا فلسفه خاصی یا مثلا دین نیستم، صرفا دارم میگم که اینا هست و آره براش استدلال میگم. این که گفتی تعریف اراده، این اراده به معنای اینکه آقا من قصد کنم یه چیزو تصمیم بگیرم، یعنی قصد کردن و مسئولیتی که روی اون قصدم دارم، مسئولیتی که روی اون تصمیمم دارم. یعنی اگر میگیم جبر، یعنی که خیلی خوب من هیچ مسئولیتی اصلا لازم نیست روی انتخابم داشته باشم، چون همین میشد دیگه، چه فرقی میکرد. حالا این در واقع چیزی که هست، من حرفم اینه که خیلی خوب ما یه مغز پیچیده ای داریم و این مغز اونقدر پیچیده است که ما هنوز نتونستیم درک کنیم که این رابطه علت و معلولی که آقای معمر میگن دقیقاً چجور میشه. یعنی ما مثلا آزمایش لیبتو داریم که میگه خیلی خوب یه فعل و انفعالاتی رخ میده و تصمیم مشخص میشه. تعداد زیادی آزمایش انجام دادن، مثلا تونستن به طور آماری دست طرفو بخونن. 60% مواقع با قطعیت 60% میدونیم که طرف این تصمیمو میگیره. من زمانی قبول میکنم که جبر هست که مستقل، یعنی میگین تعیونیه دیگه،
به طور آماری نه، اینا مثلا مشخص باشه که چی رو میخواد تصمیم بگیره، فردم بشناسن، از شناختی که روی مغزش دارن بگن که خیلی خوب این فرد قطعا این تصمیم رو میگیره، قبل از اینکه فرد وارد پروسه آزمایش بشه. وقتی که میره فرد تصمیم بگیره همون باشه، اینو بتونن با قطعیت انجام بدن. مسئله چیه؟ مسئله اینه که اینقدر پیچیده است مغز که مفاهیم مثل اراده، مسئولیت پذیری، اینها مفاهیم سطح بالا هن. یعنی که خیلی خوب درسته که ما خیلی خوب فیزیک مغز رو میدونیم و میگیم که آقا یه سری باره که صرفا داره جا به جا میشه، ولی این به این معنی نیستش که خیلی خوب بگیم که دیگه اراده معنی نمیده دیگه. اگر ما مثلا تو علم جلو بریم یه روزی اینها رو هم میفهمیم. من تا وقتی اینا تعیین نشه، یعنی بهش نرسیم، که من بعید میدونم حالا بتونیم به جایی برسیم که دیگه دقیق بدونیم هر کسی چی کار میکنه، همه موجودات رو بتونیم چیز کنیم، تصمیماشون از قبل بخونیم. اگه به اونجا رسیدیم میتونیم بیایم راجبش صحبت کنیم که آره دیگه اختیاری وجود نداره، ولی فعلا میگیم که آقا اختیار هست. مثلا شما این چیز فیزیکی رو برید به یه روانشناس بگید که آقا اونم بالاخره کار چیزی نمیکنه دیگه، خارج از حوزه حوزه پزشکی اگه حداقل بهش باور داشته باشیم، این چیزها رو به چیز فیزیکی رو به روان پزشک روان شناس بگیم قبول نمیکنه، یعنی اصلا نمیفهمه چی داریم میگیم و به کارش نمیاد. حرف من اینه که چیزی که خیلی مهمه تو این بحث، باید یک معیار بیشتر عملی بدیم تا حالا یه معیار فیزیکی. یعنی اینکه خیلی خب اگر جبره، اگه شما میگید جبره، یعنی که مثلا من الان بشینم تو خونه بگم که خیلی خب من مثلا هیچ دغدغه‌ای ندارم، همه کارامو دیگه انجام میدم، خود مغزم انجام میده. این ولی وقتی میگم اختیاره، یعنی که آقا مثلا تو مسئولیت کاراتو داری و تو اراده داری، حتی اگه این چیزای علت و معلولی باشه. یعنی میدونید من یه جایی میرسم که میگم آقا خیلی خب به من چه که مثلا این علت و معلولش مشخصه، به من چه که مثلا این الکترون ها یه سری چیز مشخص دارن تو ذهنم از قبل شاید مشخص باشه. این که میگید مشخصه رو قبول ندارم، چون معلوم نیست کی این اطلاعاتو داره. تا وقتی این اطلاعات دست کسی نیست، این به این معنیه که من کاملا اختیار دارم، یعنی کاملا خروجی که از مغز من میاد متعلق به خودمه، کس دیگه جای دیگه اینو نمیدونه. پس مادامی که کسی این اطلاعاتو نداره، من میتونم ادعا کنم که اراده دارم. حالا نه به معنای کاملش، این که میگم فری ویل، این رو درک نمیکنم، یعنی یکم واژه شاید خوب نباشه. ما اراده کاملا آزاد که نداریم که 0 تا 100ش دست خودمون باشه، شرایط محیطی هست و غیره. ولی چیزی که مشخصه اینه که 5 دقیقه داره تموم میشه. تموم شد؟ 5 ثانیه مونده. آره اراده، این من حداقل کسی هستم که روی اون نتیجه در واقع آزمایشم تأثیر مستقیم دارم، تا وقتی کس دیگه این اطلاعاتو نداره. بسیار خب، این هم از ایده دوم. خب آقای شیخی شما بگو. سلام، با تشکر از سینا و مهیار عزیز. خب من که طبیعتاً با حرفای سینا موافقم، پس میرم سمت مهیار. خدا رو شکر همون اول گفت که جهان فیزیکی رو قبول داره، ولی یه چیزی من تو سوالم ازش پرسیدم که خب آقا بحث جبر و اینا رو بذار کنار، یعنی مثلا الان ما به عنوان مدافع جبر اینجا نیستیم، ما جفتمون اومدیم توی یه اتاق، مهیار و حمید رضا ادعا میکنن که توی این اتاق یه چیزی هست، یه مکعب شکلیه بهش میگن اراده، ما اونو دیدیم، ما میگیم ما ندیدیم، به ما نشون بدید. تمام حرفایی که مهیار زد در مورد این بود آقا شما نمیتونید بگید که اراده ای تو این اتاق نیست و اثبات کنید نبودنش رو، چون اطلاعات کافی نیست. ولی یک دونه استدلال نیاورد. اراده رو از کجا آوردی؟ کدوم آزمایش رو شما انجام دادید با سیستم علمی که توش اراده رو مشاهده کردید؟ من اینو میخوام که واسه ما مشخص کنن. حالا حمید رضا بیاد بگه. یه چیز دیگه هم این که در بحث اگه بحث بخواد حرفه‌ای تر شه، بعد اینو مشخص کنه که آقا این اراده‌ای که شما میخواید در موردش حرف بزنی یک اراده خودآگاهانه غیر تصادفیه که از مغز میاد یا نه. مثلا اگه بیان تعریف کنن که اراده یک حسیه که از همون نورونا میاد، که فرضاً در فرایندهای یادگیری ما باید بدونیم که این
عملی که انجام دادیم عمل ما بوده که نسبت به عکس العمل اگه فیدبک مثبت گرفتیم اون کارو دوباره انجام بدیم، اگه فیدبک منفی گرفتیم انجام ندیم. اگه همچین حسی رو بیاد بهش بگی اراده، آقا من قبول میکنم همین الان میام تو تیم شما میگم اراده وجود داره، اگه نه بتریس کن. من تمام میکنم حمید بیا تا بعدش جواب حمیدم بده. چی دو دقیقه شد؟ خیلی خوب، دو دقیقه. خب سلام. سلام، صبحتون بخیر. سریع تموم کرد کوبید بره. یه مسئله‌ای که مطرح میشه، من یه ذره ناراضی ام از این روشی که داریم میریم جلو، به خاطر اینکه من یه ذره فکر میکردم که ما داریم راجع به آزمایش لیبت صحبت میکنیم، باید یک اقامه استدلالی از مخالفان اراده آزاد و موافقان آزمایش لیبت الان اقامه بشه، یعنی یه استدلال منطقی که یک مقدم، یه سری مقدم داره، یه سری تالی داره از طرف سینا و محمد. من انتظار داشتم که اینو حداقل بگن، یعنی یه مقدم و تالی بگن که خب در نتیجه ما اراده آزاد نداریم، نه اینکه بیان بگن که شمایی که میگید اراده آزاد هستش یک آزمایشی مطرح کنید که اراده آزاد باشه. این ایراد اولی که من به صحبتشون میگیرم. بنابر این چیزی که در واقع پیش فرض ذهنیم بوده که ما داریم راجع به آزمایش لیبت حرف میزنیم که داره اقامه میکنه که هیچ اراده، هیچ فعلی آزادانه انجام نمیشه، یعنی در واقع نقض میکنه اراده آزادی که موافق با شهود ماست. ما بالاخره یه سری شهود، بر اساس یه سری شهودها داریم یه سری آزمایشات انجام میدیم که رد کنیم یا تایید کنیم شهودامون. حالا من استدلال خودم اقامه میکنم. استدلالی که میکنن تو آزمایش لیبت، میگن که افعال مورد مطالعه تو آزمایش لیبت، حالا اون فعلی که زدن دکمه است یا حالا هر چی، تکون دادن دست و اینه، توسط اراده آگاهانه اون شخص آزمایش دهنده آغاز نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نیم ثانیه قبل، حالا اون یه زمان مشخصی قبل، به طور ناگهان توسط اون پتانسیل آمادگی که ما داریم، ریدینس پتانسیالی که تعریف میشه، براش شکل گرفته. این اولین مقدمه‌ای که مطرح میکنه. دومین مقدمه‌ای که مطرح میکنه میگه که فعل تنها زمانی آزاد محسوب میشه که توسط اراده آگاهانه شخص آغاز شده باشه. حالا این دوتا مقدمه رو اگه بگیریم میتونیم نتیجه بگیریم که بنابراین فعل مورد مطالعه در آزمایش لیبت آزادانه انجام نشده. این از اون دوتا مقدمه اول. حالا یه مقدمه دیگه میان اضافه میکنن، میگن افعال مورد مطالعه تو آزمایش لیبت نمونه افعالی هستن که علل ادعا، یعنی با متناسب با شهود ما، یعنی چیزی که ما شهود داریم نسبت بهش، آزادانه شمرده میشن. یعنی اون فعلایی که توی آزمایش لیبت هستن آزادانه شمرده میشن. حالا اگر این افعال آزادانه انجام نشده باشن، پس هیچ فعلی آزادانه انجام نمیشه. نتیجه گیری نهایی اینه که هیچ فعلی آزادانه انجام نمیشه. بر اساس این استدلال میشه اراده آزاد رو، یعنی طرفدار آزمایش لیبت اراده آزاد رو میکوبن. حالا من کلا 5 دقیقه‌مو صرف کردم که اراده آزادو بکوبم، موافق اراده آزاد بودم. حالا روی کردی که هستش نسبت به مخالفان آزمایش لیبت، یعنی موافقان اراده آزاد، دو تا روی کرد دارن، یه روی کرد تفسیری دارن، یه روی کرد روش شناختی دارن، که روش شناختی میاد این دقت زمانی اون اندازه گرفتن تصمیم گیری و اینا رو میکوبه، که من با اون کاری ندارم. یعنی اون حالا دقت دیگه، یعنی هر چقدر آدم دقتو زیاد بکنه بالاخره یه جایی بالاخره اون دقت گریبانگیرش خواهد. یه سری رویکرد تفسیری هستش که فلسفی میان نگاه میکنن، چند تا نقد وارد میشه به این استدلاله، که من فکر میکنم الان تو زمان باقی مونده یه دونهشو بتونم بگم. یه نقدی که وارد میکنن به این آزمایش اینه که به مقدمه چهارمش که میگه این افعالی که ما انجام دادیم تو آزمایش، آیا افعالی هستن که آزاد شمرده میشن؟ یعنی اصلا ما میتونیم این افعال آزاد بشمریمشون؟ ما مثلا توی زندگیمون برای انجام دادن یه فعل یه سری انگیزه ها، یه سری دلیل ها داریم. در افعال روزمرهمون میتونیم انگیزه و دلیل بیاریم واسه انجام اون افعال. مثلا این یکی از استدلالایی که هستش میگه. یک دانشمند دیگه میاد میگه که آقای فلانگن تو سال 1996 میاد میگه که اصلا این افعالی که تو آزمایش لیبت مورد آزمایش قرار گرفته میشه، این افعال اتوماتیکن. مثل اینه که، یه مثالی که میزنه، مثل اینه که آدم بره توی فروشگاهی، توی مثلا میوه فروشی، فقط گلابی باشه.
وقتی فقط گلابیه، خب اون شخصی که خریداره میره یه گلابی برمیداره، بعد ازش میپرسیم که خب چرا این گلابی رو برداشتی؟ جواب که میده، الان ما خودمون این کار بکنیم، جوابی که خواهیم داد چیه؟ اینه که نمیدونم چرا برداشتم. دقیقا آزمایش لیبت هم همچین چیزیه، یعنی اینکه مثل اینکه ما یک قصدی رو تعریف کردیم برای اون آزمایش دهنده، یعنی بهش گفتیم توی شرایط آزمایش نشوندیمش، بعد یه سری چیزا نسبت میدیم حالا به این که چه اتفاق رخ میده تو اون آزمایش. 5 دقیقه‌تون تموم شرایط... شد. اوکی مرسی. حالا خیلی خوب چیزایی بود که من الان یکی دو تا سوال اگر آدمای دیگه‌ای که غیر از این چیزا هستن. من سه دقیقه تو میخوای استفاده کنی، نامردی کردی ها، 3 دقیقه تو گذاشتی آخر. نه استاد، چون بعد من یه سوال پرسیدم بگو، 3 دقیقه هم بگو. ببین حمید، یه سری چیزا در مورد لیبت گفتی که مثلا اتوماتیک بود و یه همچین چیزایی، یه سری آزمایش دیگه هست مثل همین آزمایشی که استاد گفت در مورد حروف، یا مثلا یه سری آزمایش دیگه هست که در مورد جمع و تفریق کردن یه سری عدده که کاملا خودآگاهانه انجام میشه، و این آزمایش ها مثلا یکیش تو سال 2008 انجام شده، ماسا و ماتسوشی انجام داده که توی این آزمایش ایرادات لیبت رفع شده و به دست آوردن که وقتی که مغز میخواد شروع کنه به انجام دادن کار و تصمیم میگیره، 2.8 ثانیه قبل از اون عمله، و زمانی که فرد گفته که آقا من همین الان میخوام شروع کنم به تصمیم گرفتن، 1.8 ثانیه است. یعنی 1 ثانیه قبل از این که طرف فکر خودش بدونه که میخواد تصمیم بگیره، تصمیم رو گرفته. این یه آزمایشه. یه سری آزمایش دیگه که انجام شده از طریق FMRI، اینا اومدن با تحلیل نتایجی که همین استادتون آزمایش گفت، ولی این بار با ماشین لرنینگ اومدن کاملا به دست آوردن که آقا تو الان حمید رضا رو بیای بنشونی پشت یه سیستم، ازش یه سری سوالای مشخص بپرسی، از 7 ثانیه قبل میدونستن که این میخواد چه جوابایی بده. یعنی بر اساس اون فرضیه‌های قبلی، اون آزمایش‌های قبلی، میدونن تو چی کار میکنی. چی کار کردن؟ اومدن یه فری دسیژن بهش دادن، از رو فری دسیژن انتخابایی که کرده یک گست دیسیژن دیتا تشکیل دادن و دادنش به ماشین لرنینگ، دوباره گفتن آقا تو بیا فری دیسیژن کن، و تمام اون فری دیسیژن ها رو با دقت بیشتر از 60% تونسته انجام بده. و در نهایت آقا اصلا تو لیبت و تمام این آزمایشایی که من دارم میگم و ببر زیر سوال، خب تمامشون چرت محضه، منم موافقم که هیچ کدومشون درست نیست. کو اراده آزاد اثبات کردی تو فقط، ولی باز الان اصلا نگفتی اراده آزادی که در موردش حرف میزنی تو مهیار چی هست، کجا هست، شما اولین بار کی دیدین اراده آزادو؟ من خودم به شخصه نفهمیدم الان اثباتت واسه اراده آزاد چیه. تو شاید اصلا میتونم جواب بدم، یه بذار یه 30 ثانیه دیگه بعد جواب بدم. از 30 ثانیه نگه نه نگه اینطوری سخت میشه برام. خیلی خوب، خیلی خب آقای بشکو بگید شما. یه مسئله که هستش، من تصویرم بدم، مهیار گفت، یعنی ببین مثلا یه سری مفاهیم، من 30 ثانیه هم بیشتر استفاده میکنم، یه سری مفاهیم مثل آگاهی برمیگرده به اون در واقع تجربه اول شخص، چی میگن بهش، یه تجربه اول شخصیه که شما در روزمره زندگیت داری انجامش میدی، و اینجوری نیستش که من بیام بگم که آها ناکو این نورون اختیاره، مثلا این نورون اینجا تو مغز این واسه اختیاره، اینجوری نیستش. یا مثلا میگم من آزمایش میکنم این نورونه، این دست، این جمعیت نورونی دارن اختیار رو مثلا چیز میکنن، یا مثلا اینو ولش کن یه جوری من اختیار رو بیام بهت نشون بدم. آگاهی هم دقیقا همون جوریه، یعنی نمیشه ردش با این آزمایش، با این چیزایی که شما میگید نمیشه ردش کرد، و آزمایشی نمیتونیم طراحی کنیم که اینو اثبات کرد، چون آزمایش ها دارن، یعنی چیزایی که تعیونیان، آزمایشایی که تعیونیان برخلاف این دارن در واقع چیز میکنن، استدلال اقامه میکنن، ولی شهود ما در روزمره داره اینو تصدیق میکنه. اون آزمایشایی هم که دارن اینو رد میکنن
شهود ما رو رد نمی‌کنن، صرفاً دارن یه سری تعاریف دیگر رو جابجا می‌کنن. این حرفا خیلی استاد خوب فهمید مثلا یه لحظه بذارید من یه دقیقه صبر کنید دیگه هم بخواید چیز بکنیم چیز من گفتم یکی دو تا صحبت از چیز بکنیم الان خانم محمدی کیان دست بالا گرفتم بذارید یه کمی فروکش کنه هیجانات و بعد چیز بکنیم خانم محمدی کیان بذارید کجا رفت میافت اینجا من اگر بذارید اصلا شما رو هم چیز بکنم اگر خواستید من به محمد یعنی در واقع سوال میخواستم بپرسم از محمد میتونم؟ بله من الان میخوام روی یه چیزی تاکید کنم این که ما همه اون الان مثلا اگه بهمون بگن آبی رو انتخاب میکنیم یا قرمز یه حس تعلیق قبل از این که تصمیم بگیریم داریم و اون حس تعلیق رو همه اون داریم حس میکنیم و حس میکنیم دیگه مگه این که الان یکی بیاد الان دستشو بالا کنه که من همچین حس تعلیقی حس نمیکنم ببخشید حس تعلیق حالا دو تا بحث پیش میاد یعنی این حس تعلیق واقعا درسته که نشون میده که من واقعا اراده آزاد دارم یا این که یه حسی هست که یکی دیگه یعنی حالا یا مغزمون قسمت ناخودآگاهش بهمون داره تلقین میکنه یا این که مثلا ما یه مغز تو خمره هستیم و یکی دیگه کلا برامون برنامه ریخته که ما اینو انتخاب بکنیم یا نکنیم یا حتی اصلا اراده آزاد داشته باشیم یا نداشته باشیم تو قسمت اول که مشخص اراده آزاد داریم تو قسمت دوم واقعا نمیتونیم بگیم که اراده آزاد داریم یا نداریم و من میرسم اینکه یا جناح اول هست که اراده آزاد رو تعیین میکنه یا جناح سوم هست که آقای اربابی گفتن جناح دوم که اراده آزاد نیست به نظر وجود نداره یعنی میتونه با قطعیت بگه بسیار خیلی خوب من رو من یادداشتم آقای شجاعکنی شما هم اگر صحبت دارید بکنید بعد دوباره میریم سراغ آقای محمد من میخواستم فقط دیدگاه مهیار رو این مقدار تبیین کنم یعنی من فکر میکنم مهیار خیلی توی تیم اراده آزاد نیست و در واقع محمد هم به اشتباه مثلا در واقع مهیار رو مورد خطاب قرار داد در واقع حرفی که مهیار زد این بود که خودش گفت من روابط علی معلولی رو قبول دارم بعد حالا به عنوان فیزیکدان این در واقع قوانین علی معلولی رو قبول داره و فقط در واقع حرفی که زد این بود که تا زمانی که دیتا هایی که تو ذهن من هست و کسی نداره میتونم بگم من اختیار دارم یعنی یه جورایی اگه بریم به بطنش یه تعریف دیگه ای داره از اختیار و اراده ارائه میده که در واقع متناقض با حرف حالا سینا و محمد نیست من صرفا میخواستم این رو در واقع تاکید بکنم پس شما فقط یه دونه توضیح داشتید سوالی چیزم بسیار خوب ممنون آقای محمد شما دوباره شروع کنید در دو سه دقیقه فکر کنم چیز باشه که اگر بحث و جایی میخواد ببرید آره من چند تا حرفی که بچه‌ها زدن اون نقدی که داشتم بگم اول از مهیار شروع می‌کنم این مهیار حالا من مهیار خود حالا یک جپه ندانم گرایی گرفت خب نمی‌دونم حرف خب هیچ بحث پیش نمی‌ره دیگه خب به طور پیش فرض تمام ندانم گرایی قراره سعی کنیم سه شواهد رو ببینیم متمایل به سند بشه بحث خیلی مهم وجود داره که جواب محمد بشکولم آرادی حمیدم میشه اینکه آقا درسته اگه اصلا ما جواب نهایی داشتیم که اصلا اینجا نمی‌تونیم بحث کنیم که ما الان نمی‌شیم در مورد نیوتن قوانین نیوتن بحث کنیم که درست کار داره می‌کنه همه چیش حله ما چون نمی‌دونیم جواب قطعی نداریم داریم بحث داریم می‌کنیم سرمون هم میشه بحث کرد آره پس ببینیم سعی کنیم تفاوت کدوم تفاوت ترازو کدوم سمت سنگین‌تر با تجربه چیزایی که وجود داره حالا از مهیار شروع کنم مهیار داره میگه که ما حس قصد کردن که تو حرف خانم محمد کیانم بود ما بعد تو حرف حمیدرضا هم بود ما حس قصد کردن داریم ما حس تصمیم گیری داریم ما اول گفتیم ما حس رو قبول داریم به شما بعد علیت رو توی اون حس نشون بدید که این حس تصمیم این حس تصمیم گیری و این حس انجام کار این داره علت اون میشه یا نه صرفا یک سری چیزا که از اون واقعیت‌های فیزیکی دارن نشأت دارن میگیرن از اون ناشی شدن و حس که کافی نیستش که مدام سعی می‌کنه علمی مثلا فیزیکی حرف بزنیم که بگیم من حس تصمیم گیری حس اراده دارم پس اراده وجود داره که به درد نمیخوره که قابل اندازه‌گیری نیستش که منم میگم موقعی سنگو پرت میکنم به شیشه میخواد بخوره یه جنی میاد شیشه رو میشکونه سنگ شیشه رو نشکونده شما میتونید ردش کنید شما میتونید اثباتش کنید نمیشه که یه چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه قابل آزمایش باشه به من بدید و
و دوباره میکنه معنی داره میگه که ما اگه بگیم که عاملیت وجود نداره، مسئولیت پس چه معنی پیدا میکنه؟ خب مسئولیت ناشی از حس عاملیت ما داره میشه. ما از اون جایی که اگه اراده داشته باشیم و عامل کار خودمون باشیم، مسئولیت ناشی از اونه. نباید مسئولیت باعث این بشه ما بگیم که پس ما باید عاملیت داشته باشیم، پس ما باید اختیار داشته باشیم. این که معنی شده برعکس دارید کنید جای علت و معلول رو. و چی دیان و همین هم که کار خیلی ساده انجام دارن دیگه، یک آزمایش اولیه، اولین آزمایش که انجام شده رو برداشته که خیلی هم نقص داره، همه ما هم قبول داریم و میخواد اونو نقدش کنه و بگه چون این داره نقد داره میشه پس اراده آزاد وجود نداره. خب میشه درد میخوره، ما هم قبول داریم آزمایش صد تا مشکل داره، به درد نمیخوره. به خاطر همین هست که سر اون داریم خیلی مانور نمیدیم، سر چیزای دیگه داریم میریم، سر داریم چند تا از آزمایش های مختلف جمع داریم میکنیم، مثلا آزمایش هایی که جدیدتر هستن، این که بگیم که اون 200 درصد اون آزمایش کلی اشکال داره. و بعد چیز دیگه میگه که حمید میگفتش که شما این عملی که انجام داره میشه این عمل ارادی نیستش. خب آقا احسن، ما که حرف نمیزنیم که، ما میگیم بگو چه عملی ارادی هست کدوم نیستش، اینو مشخص کن. و یعنی ما هر کاری که بگیم، ما هر آزمایش رو نشون بدیم که نشون بده اراده آزاد وجود نداره، شما میگی این کار اراده آزاد نیستش، کارهای دیگه اراده آزاد هستن. خب اول قبل از اینکه همه این چیزا به من یک معیار بده که این کارها اراده آزاد دارن، این کارها جبر دارن، که ما تکلیفم همین اول مشخص بشه. و بعد حالا شما داری میگی من یک تجربه دست اولی دارم که من حس اراده آزاد دارم. خب باشه، ما یک تجربه دست اول داریم از افرادی که سندروم دست بیگانه دارن و اونها احساس دارن میکنن که یک کسی دیگه ای خارج از اختیارشون داره اون دستشون رو تکون داره میده. اونم اون تجربه دست اول دارن دیگه، اونم دارن تجربه دارن میکنن که یکی دیگه داره اون دست رو تکون داره میده. ولی خب اون تکون خوردن اون دسته که از همون مغزه داره میاد. پس چی شد؟ یه کسی که شیزوفرنی داره خیلیشون گزارش میکنن که خودشون دارن اون کار رو انجام میدن، در واقع سنس آف اونرشیپ دارن، اون حس مالکیت بدن رو دارن ولی حس ایجنسی رو ندارن، اون حس عاملیت رو ندارن، حس میکنن که کسی دیگه ای داره بهشون اجبار میکنه که اون کار رو انجام بدن و اینا صرفا یک عروسک خیمه شب بازن که اون کار رو انجام دارن میدن. خب اینا هم حس های دست اولن، اینا پس میبینیم اراده خوب وجود نداره دیگه، اینا همچی دا حس دارن میکنن اینا. خب این پس حس چیز قابل اطمینانی نیستش. اینها من جواب بدید لطفا. خیلی آقای عباسی. خب من بگم سری، من اول با جواب به محمد شروع کنم. اول آزمایشش رو بگم. این آزمایش گفت که 1.8 ثانیه یه زمانهایی گفت و گفت که قبل از اینکه شروع کنه به تصمیم گیری یه اتفاقات میفته. مسئله اینه که این اتفاقات قبل از اون زمانی که این شروع میکنه به تصمیم گیری غیر همبسته نیست با وقتی که میگه آقا من تصمیم گرفتم. اون میگه من تصمیم گرفتم ولی قبول داری هرچی هست خب تو ذهن خودش بوده، یعنی اون شاید یه چیزایی هست به اسم ناخودآگاه، بالاخره ناخودآگاهش داشته کار میکرده. میگه خیلی خب من الان دارم تصمیم میگیرم و این هرچی هست اون آدم اون مغزشه، چیزی غیر از اون مغزش نیست که بگی که این تازه مغزش شروع کرده به ریسپانس، در واقع ریسپانس که بده به اون مسئله. نه، این کل ذهنش هم تو در واقع این ذهنش داشته کار میکرده. از اینکه آقا این خودش اعلام کنه من تازه الان شروع به تصمیم گیری کردم ولی قبلش یه چیزایی بوده، من فکر نمیکنم این رد بکنه که این خارج از تصمیم اون آدم بوده. و حتی چیزایی مثل آقا یاد میدونید چی میگم، یعنی مثلا من بگم دوچرخه سواری هم یاد میگیرم، من بالاخره خودم رفتم دوچرخه سواری یاد گرفتم و هرچی هست مغز من. حالا اون فعل کاملا غیر ارادیه، اما تصمیمایی که من میگیرم بالاخره کاملا همبسته است با چیزایی که تو مغز من هست. من یه زمانی من تصمیم گرفتم اینا رو تو مغزم بذارم. چیزی هم که راجع ماشین لرنینگ گفت، اونم مثل اینه که آقا الان خیلی از مثلا چه میدونم یه عضوی از خانواده منو میشناسه، مثلا من نیاز به ماشین ندارم، اون میتونه پیش بینی کنه که من تو هر شرایطی چه تصمیم میگیرم چه رفتاری نشون میدم. میدونی از روی شناخت میاد. بالاخره ما هم موجود خیلی چیزی که نیستیم که آدما مشخصن، یعنی یه کم نگاهشون کنی باشون ارتباط داشته باشی میشه با قطعیت خوبی گفت که مثلا چیکار میکنه. این خیلی چیز عجیبی نیستش که از ماشین لرنینگ هم عملا از روی شناخت رو آدم داره چیز میکنه. این نفی نمیکنه اختیار. و اینکه حالا کلا میگه که آقا اراده کجاست، یعنی این موزه رو میگه اصلا من نمیدونم اراده چیه، این چیزی که تو ساختی کجاست، یه چیز توهمه، یه چیز انتزاییه. ببین بیا اینجوری به قضیه نگاه کنیم که بشر یه دانشی داشته، یه تاریخ تمدنی داشته، هزاران سال داره زندگی میکنه
قبل از اینکه علم به وجود بیاد یه حسایی داشته، یه تجربه داشته، یه گفتگوهایی داشته، یه چیزایی مثل فلسفه و اینا داشته. آدم ها به این باور داشتن که حس اراده دارن، میتونن اراده کنن این کاری انجام بدن و اگر مثلا یه هدفی رو میذارن اگه براش تلاش نکنن به شکل ارادی بهش نمیرسن. این یه چیز واضحی بوده و همه اینو قبول داشتن. بعد خب علم به وجود میاد، چیزی حدود 400 سال پیش، 500 سال پیش حدودا علم به وجود میاد و پیشرفت میکنه و میرسه به الان. یه سری من میگم ببین که علم خیلی پیشرفت کرده، علم الان خیلی چیزا رو میدونه. تو دست رو هر پدیده‌ای بذاری ما تقریبا فیزیکش رو میدونیم و این خیلی خوبه. یعنی اینکه دیگه علم مثلا داره میتازه و میپرسیم که حالا هر چیز، یعنی ایدمون اینه که هر چیزی که تو چارچوب علم هست واقعیه و هر چیزی که علم درکش نمیکنه، یعنی علم حرفی علمی نیست، به قول خودمون ساینتیفیک نیست، این چیز هستن، این دلیل نداره که وجود داشته باشه. ببینید این چیز نیستش، یعنی انتظارمون از علم خیلی بالاست. این تو مثلا میگه آقا کوانتوم مکانیک یه حوزه‌ای داره خیلی خیلی مشخصه. اینایی که مثلا میگن کوانتوم مکانیک رو به نوروساینس ارتباط میدن اصلا درک نمی‌کنم یعنی چی. یا این نوروساینس یه چیز مشخصی، انتظار محمد، حالا اینو به خطاب محمد میگم، از علم چیه واقعا؟ اینکه مثلا همه چیزو بتونه توجیه کنه. ببین مثلا چیزایی مثل وجدان، علاقه و حس دوستی و خیلی چیزایی که حالا مثلا تو روانشناسی هست تو جای دیگه اصلا تو روانشناسی نیست، مردم روزمره اینو قبولش، یعنی حسش میکنن، باش کار میکنن. حالا تو بگو که هیچ متر و معیار فیزیکی نیست که اینو من نشون بده. خب شاید متر و معیار فیزیکی یه جوری ساخته شده که حوزه کاربرد خاصی داره. دقت کن یه چیزایی هم هست تو فیزیک مثل امرجنس، یعنی چیزایی مثل امرجنس هست که میگه آقا یه رفتارایی از یه سری چیز کوچیک، اجزای کوچیک به وجود میاد که اینو تو با نگاه کردن به تک تک این اجزا اصلا بدیهی نیستش، نمیتونی درک کنی که این چرا اینجوری میشه. مثلا ابررسانه یا خیلی چیزا که حالا استادام خیلی بیشتر از اینه میدونن کامل. و وقتی اینو مجموعه به سیستم نگاه میکنیم یه همچین چیزایی به وجود میاد. من حس میکنم که اراده و اختیار میتونه از این دست باشه، یعنی چیزایی که تو نگاه کنی به تک تک نورونا هیچ وقت رد اختیار رو نتونی بزنی، ولی مجموعه این مغز من یه جوری طی فرآیند تکامل شکل گرفته که عملا در عمل، دقت کن در عمل این پرکتیس، من حس و عملا اراده دارم. اراده رو از من بگیری اصلا دیگه انسان نیستم، اصلا نمیتونم کار کنم. میدونی من ببخشید یه صف 5 دقیقه برای هر نفر در نظر گرفتم. من فقط جواب سینا هم باید بدم دیگه، ببخشید. اگه میشه یکم چیز کنید، یکم ببخشید. آره این از چیز محمد. حالا سینا خیلی تأکید داره روابط علت و معلولی. ببین من حرفم اینه که آقا این مغزی که ما داریم توی حوزه سیستم‌های پیچیده است دیگه و یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌هایی که ما می‌شناسیم. اصلاً ساده نیستش که تو مثل مسائل فیزیک ساده، مثل مسائل فیزیکی که می‌شناسیم، انتظار داشته باشه که آقا اجزا اینو بشناسی، روابط علت و معلولش هم مشخص باشه. جواب سوال تو اینه که من نمی‌دونم واقعاً اینکه چه فعلی و دقیقاً میشه گفت ارادیه، چه فعلی میشه گفت غیر ارادی. فعل غیر ارادی و همونجوری که استاد گفتن خیلی راحت تر میتونیم بفهمیم که آقا دوچرخه سواری، رانندگی، اینا غیر ارادیه، اینا دیگه اصلا غریزیه. تو مثلا چه میدونم من یه جام بسوزه سری میگم آخ، مثلا ریاکشنشون میدم، کاملا غیر ارادی. خب ولی چیزی که ارادیه رو من گفتم همون اول، این که میان میگن فری ویل و حالا میگن فری ویل رو نقض کنیم، این که خیلی کار ساده، معلومه چیزی به اسم فری ویل وجود نداره، 100% آزاد نیستش. خب پس من فکر نمی‌کنم اینا مرز مشخصی داشته باشن و اگه من حالا دنبال اینم که مرز براش تعیین کنم، بعد میگه که آقا نمیشه، بعد شکایت میکنه که اصلا شاید چیزی به اسم اختیار وجود نداره. این که ما نمیتونیم روابط علت و معلولی راحت تعیین کنیم به این معنی نیستش که خیلی خب من اختیاری ندارم. من جواب سوال تو رو میگم که نه من میدونم، نه کسی فکر کنم تو دنیا میتونه تعیین کنه که دقیقاً چه فعلی ارادیه. اگه میتونستان تعیین کنن که دیگه این چیزا نبود. ببخشید من خیلی سوال. بسیار خوب. آقای شیخی. سلام. دقیقاً اول بحث گفتم که آقا به جای اینکه بیای بگی که کسی که داره میگه اختیار مثلا آزمایش لیبت وجود داره اونو نقض کنی، بیا اثبات کن که اختیار وجود داره. حالا هم مهیار عزیز هم حمید رضا جفتشون توی این فاز بودن، من یه چیز کنم، یه شفاف سازی کنم. من خودم نه توی
به صورت واقع، حالا شاید متمایل باشم به یه بر، نه تو تیم طرفدار اراده آزادم، نه تو تیم مخالف اراده آزاد که آقا بگم قطعاً اراده آزادی وجود نداره. من کیم؟ من دسته سومم که میگم ما توی یه دنیاییم که اطلاعات کاملی نسبت به هیچ چیزی نداریم. نسبت به مغز، حسین میخواد یه جنا اضافه بیاره همیشه. نسبت به مغز، آقا ما شاید 2% رو بدونیم و 98% رو ندونیم. یعنی هم ما، هم تیم مقابل، هم استاد، همه کلاس توی یه محیط تاریکی هستیم. میگم در این محیط تاریک ما چی میدونیم؟ در این محیط تاریک نسبت به دانسته های الان ما چی میدونیم؟ میگم در این محیط تاریک ما چه آزمایش هایی داشتیم به جز اون حسی که از چند هزار سال پیش توهم زدیم مثلا ممکنه داشته باشیم که اراده آزاد هست؟ چه آزمایش هایی انجام شده در چارچوب علم؟ مهیار میگه که خودش علم قبول داره که این آدمی که هست همین مغزشه. با این مغز چه آزمایش هایی انجام شده که نشون داده ما نیاز به اراده آزاد داریم؟ چه آزمایش های انجام شده که نشون بده آقا حالا اراده آزادی هم نباشه، ما با یه سری روابط بین نورونی، با یه سری مدل های نورونی ما میتونیم یه سری تصمیم گیری ها رو بکنیم؟ من دارم اینو میگم، میگم فعلا من ندیدم که مدلی ایجاد شه که بگه آقا ما برای این که فلان تسک رو انجام بدیم حتما نیازمند اراده آزادی یا آزمایشی انجام شه. ولی مدل هایی رو داریم در همین نوروساینس که آقا واسه یه سری از تسک ها میتونه با همین روابط فیزیکی که تعینیان یه سری نتایج رو بهمون بده. پس در نتیجه من تو این تیمم. حالا اگه شما میخواید که اثبات کنید اراده آزادی حتما هست، باید بیای بگید چرا، اطلاعات علمی که داری نسبت به اراده آزاد چیه. نقض نکن اون استدلالایی که میگن اراده آزاد نیست. آقا من خودم همش واسه همین الان نقض میکنم. تو حالا بیا به من بگو استدلال واسه وجودش هست، چی رو دیدی که به این فکر افتادی؟ چه مدلی، چه کاری که میخواستی انجام بدی و نتونستی؟ کنار این که جواب مهیار رو دادم تا حدی تو کدوم یکی از اون سه تا دسته ایم، اگه جوابتو دادم که خوبه. مهیارم ممنونیم. تقریبا تمام گزاره هایی که ما پیش بینی کرده بودیم توی این بحث ممکنه با تیم حریف به مشکل بر بخوریم، تمامش با ما موافق بود. فقط در نهایت اون چیزی که میخواست بهش برسه، میخواست به اون یکی اراده آزاد برسه. خیلی خوب بود و ممنونم. خیلی خوب، بفرمایید آقای بشکر. خب دوباره سلام. من اول بس راجبه یه ذره مناظره، یعنی دیبیت بگم طوری شده، یعنی شده که هیچ کس، منم ما هم شما رو دوست داریم عزیزم. سینا یه چیزی گفتش، اول گفتش که آزمایش اول رو برداشتم بعد نقدش میکنم. این نقد هایی که بودش که افعال تو آزمایش لیبت به آزمایش های سال 2008 هم حتی وارد، یعنی به آزمایش های با کلمات، با نمیدونم ضرب و تقسیم و اینا بوده، به اونها هم حتی وارده که این افعال خارج از داشتن انگیزن، خارج از داشتن در واقع اون تأملی که ما میکنیم برای تصمیم گیری و انگیزهی که داریم، دلیلی که داریم برای فعلمون، برای انجاممون کاری که قرار بکنیم. بعد یه صحبتی هم که میکنید، میگید که فعلی که اراده داریم انجامش میدیم رو با فعلی که اراده نداریم تمیز قائل بدید. یعنی این سوال شما مطرح میکنید، سینا و محمد عزیز مطرح کردن که اینو تمیز بده. اینو هیچ کس نمیدونم، من که نمیتونم تمیز بده، فکر نمیکنم کسی بتونه اینو دقیقاً تعیونی تمیز بده که آها این فعلا اراده داریم انجامشون میدیم، این فعلا رو اراده نداریم انجامشون میدیم. فکر نمیکنم مرز دقیقه بینشون باشه. اما همین تعریفی که گفتم که یه سری افعال هستن تو روزمره ما که ما تأمل میکنیم راجع بهشون، فکر میکنیم، مثل نمیدونم کنکور دادن انتخاب رشته، یه سری قصد های بعیدی داریم
یه سری قصد های نزدیک داریم، مثلا یه سری قصد نزدیک داریم که مثلا زنگ بزنم الان به دوستم، همین الان حرکت میکنم زنگ میزنم به دوستم، این قصد نزدیکمه. یه سری قصد بعید داریم، من میخوام در آینده موفق، مثلا در آینده در دانشگاه فلان اپلای کنم. یه سری قصد آینده‌ای داریم که چیز نیستش، یعنی اینجوری نیستش که بدون تعامل، یعنی تو افعال آزمایش لیبد نمیگنجه، نمیشه هم مثلا بحثش، یعنی نمیشه بررسیش کرد. اینو چجوری میتونه آدم بررسی کنه که من اون لحظه که دارم به فکر میکنم که میخوام اپلای بکنم، قصد میکنم که در جهتش برم، که اصلا کلا این بازی خیلی طولانیه، چجوری میتونن رو من آزمایش کنن و بفهمن که آیا من اراده داشتم وقتی قصد کردم یا نه، یه نفر گذاشته تو ذهن من که همه باید اپلای کنیم، یا مثلا ما همه چیزی فعلا اینجوری هستن. بعد یه مسئله ای که هستش این توی این کانتکس آزمایش لیبت، توی اون آزمایش دهنده، تو ذهن اون آزمایش دهنده یه قصد بعیدی شکل گرفته، یعنی در واقع بهشون چیز شده، بهشون چی میگن شده، بهشون وارد شده که تصمیمای بعدیشون هدایت کنه، یعنی جهتگیری بهشون داره میده. درسته که زمان دقیق اون تصمیم گیری ها رو بهشون چیز نکردن، بهشون تعیین نکردن، یعنی تعیین نشده زمانشون، اما از دو جهت تحت تاثیر قرار میده دیگه. یکیش اون فعلیه که قرار انجام بدن، دومشون بازه زمانی که قرار اون فعل رو انجام بدن. در واقع ما توی زندگی روزمره خودمون هم دقیقا دو تا مؤلفه مهم داریم در تصمیماتمون، یه مؤلفه چی بودن، چیستیه کاری که قرار انجام بدیم، یه مؤلفه زمانیه کی انجامش بدیم. در شرایط مختلف تصمیم میگیریم، مثلا یه سری کار انجام بدیم، چیستیشه یه زمانیه هستش. مسئله مهمتری که قراره، یعنی ما باید بررسیش بکنیم، اینه که چی و چه کاری رو قرار انجام بدیم، چیستیشو باید چیز کنیم. یه سری پیام اومده، من نخوندم، مهم نیستونم نخوندم. آره این مسئله مهمه که ما چیستی رو بریم دنبالش بگردیم. زمان این که ما تو آزمایش لیبه، آزمایش هایی که میشه که میخواد اراده آزاد رو نقض کنه، ما زمان رو هی وارد میکنیم، این چیستی رو وارد نمیکنه، فقط هی مؤلفه زمانی رو دست میزنه. ما تو تصمیم های روزمرهمون مؤلفه زمانی در اختیار مؤلفه چیستیمونه، یعنی ما چیستی رو تعیین میکنیم، بعد زمان شکل میگیره باش. من میخوام اپلای کنم، حالا زمان بندی میکنم مثلا فلان روز تا فلان روز درس بخونم، یعنی یه همچین چیزیه، میدونی؟ بعد آها این بحث علیتی هم که مطرح میشه، ما خیلی به سقف 5 دقیقه هم داره میرسه. یه سری الان تماشا میکنم، یه پتانسیل آماده یه که قراره چیز کنیم که اندازه بگیریم که بشه علت تصمیممون. ما یه روابط علت و معلولی میچینیم، میگیم در واقع اون قصدهای آگاهانه‌ای که داریم هیچ نقش علی توی این زنجیره علی که میچینیم ندارن، یعنی انقدر این رابطه بین اون پتانسیل آمادگیه با تصمیمی که قراره بگیریم رو محکم در نظر میگیریم که میگیم تو این زنجیره علی اون قصد آگاهانه ای که من دارم هیچ تأثیری نداره، یعنی در واقع اراده آزادو کلن کنفیکون میکنم، کلن یعنی همه میذاریم کنار، و این به نظرم انقدر رابطه چیزی نداره، یعنی انقدر رابطه محکمی نداره، یعنی استدلال هستش که رابطه محکمی نداره، ولی این سوالیه که مطرح میشه، یعنی شما انقدر رابطه رو محکم در نظر میگیرید که اولا که میگید هیچ سازگاری بین دترمینیزم یعنی تعیین‌گرایی و اراده آزاد نداره، وجود نداره، که یه سری همسازگرایان هستن که این دوتا رو با هم دیگه توی جا میتونن قرار بدن، حالا این یه سری آدم جدا، اما اونایی هم که ناهمسازن بعد میان میگن که خب اوکی شما بعدش دارید استدلال میکنید، این رابطه خیلی محکمی در نظر میگیرید که حالا نیستش دیگه، من وقتم تمام شد. خیلی خب، باز من میخوام برم سراغ حضار، اگر کسی سوالی بحثی، آقای اربابی بفرمه. استاد سلام، صدای من میاد؟ بله میاد، تصویرت نمیاد. بله بحث عالی پیش رفت، فقط یه مسئله که بود یه جایش یه جوری بود که گفتن ما معنی نداریم از اراده، یعنی اراده تعریف نداره. حالا من برای خودم این سوال شد و خب جوابی که بشیستم بود که اراده، بالا هم نوشتم
یعنی توانایی این که شما یک تغییری به وجود بیاری و این تغییر رو هیچ کس و هیچ چیزی نتونه پیش بینی کنه، چون 100% نتونه پیش بینی کنه. یعنی با یه احتمالی شاید بتونه پیش بینی کنه که تو این کارو بکنی یا این کارو بکنی، ولی اینکه تاش کدوم انتخاب میشه دست توه. من اینو میگم اراده. شیر یا خط چیه؟ آه شیر یا خط چیز دیگه، تا یه جوره اونم میشه به نوعی به اراده سکه رفت داره. ولی آخه میدونی چرا دارم میگم؟ مثلا ما تو کوانتوم یه زمانی اصل عدم قطعیت خوندیم و من همون موقع که اونو خوندیم با کلی از دوستان صحبت کردم که به هر حال یعنی این که ما هیچ وقت نمیتونیم 100% آینده هیچ چیزی رو پیش بینی کنیم. همیشه یه چیزی هست که دست ما نیست، یه خطایی داریم. این خطاها اگه بخوایم پیش بینی کنیم میشه خطا در انتهای مسیر، یعنی بیشتر خودش رو تو انتهای مسیر خیلی نشون میده دیگه. خب و حالا این که این خطا وجود داره و این خطا چه میزان خودش رو نشون میده دست ما نیست، دست هیچکی نیست. یعنی طبق کوانتوم که ما خوندیم دست هیچ کس و هیچ چیزی نیست. قبول داریم؟ چون شانس دیگه، ما هیچ وقت نمیگیم شانس دست کیه. حالا یکی اون که بگه شانس دست خدا هست، یکی بگه شانس دست این دنیا هست، یکی ممکنه بگه شانس لاپلاس میگفت شانس نداره. آخه اون بنده خدا هم تلاش میکرد همه چی رو با سه چیزه دیگه پر کنه. اون داره خفره پر کنه، فکر کنم همون درست کرد که هر جای چاله میگرفت میگفت اینجا خداست. خب اون جواب نمیده واقعیتش. میدونی یعنی ما یه سری خفره ما داریم حفره میدیم، ما میدونیم اینجا خطا هست و خطاشو نمیتونیم اندازه گیری بکنیم. اصلا اندازه گیری هم بتونیم بکنیم نمیدونیم که اون مارجین خطا کجا قراره اون خطای واقعی باشه. حالا بگذار، پس این تعریف من از اراده است. اگه یه چیزی تو روش اراده داشته باشه، یعنی میتونی یه تغییری توش ایجاد کنی. تغییر تو کسی نمیتونه 100% پیش بینی کنه، میتونه بگه 80% اینه 20% اینه، ولی 100% نمیتونه. حالا پوینت دومی که میخواستم بگم اینه که انسان، و حالا ما که الان روح و اینا رو در نظر نمیگیم، یه مغزه و این مغز نورونه، خودآگاه ناخودآگاه همشو فرض میکنم تو همین مغزه و همش نورونه، درست؟ بعد خب خیلی ها میگن که خب این مغز حاصل دو چیزه، ژنتیک و محیط پیرامون. محیط پیرامون نه فقط انسان ها و دنیای اطراف مغز، درست؟ که حالا میشه برهم کنشایی که انسان با محیط پیرامونش داره. حالا اگر نگاه بکنیم هر انسان مغزش، اون چیزی که مثلا ما مرکز اراده در نظر میگیم، هیچ چیزی نیست جز ژنتیکش و محیط پیرامونش. و تازه جالبه که ژنتیک هم یه بخش خیلی خوبیش هم محیط پیرامونش میاد. خب یعنی عملا میشه افهم نستم. نه میگم میخوای یکم سریع تر به چیزت برسی. من صرفا میخوام بگم که این محیط پیرامونی که رو مغز تأثیر میذاره، خب خودش یه حالتی داره که نمیشه 100% پیش بینیش کرد. خب و حتی اگر مغز انسان 100% دترمینیستیک باشه، یعنی نوروناشو کامل بتونی ساختارشو در بیاری، چون هیچ وقت نمیتونی بگی که این محیط پیرامون چجوری رو مغز تاثیر میذاره به صورت 100%، تو نمیتونی پیش بینی کنی که این نورون‌ها چه ریسپاندی میدن به محیط 100%. خب یعنی من میخوام بگم اون اراده‌ای که ما داریم میگیم تهش ریشش میرسه به این که ما نمیتونیم دنیا رو کامل پیش بینی کنیم. تهش برمیگرده به اراده دنیا، به اون شانسه، به اون خدا، به هر چی. فکر کنم خیلی آتیش زدم به بحث، ولی خب آره این نظر من بود. خیلی آقای خالقیان شما اگر نه خیلی طولانی آقای بشکول فکر کنم فعلا سب کنیم چون نه بفرمایید. آقای خالقیان من صداتون رو ندارم. صدا میاد الان؟ الان میاد. بله من خواستم شد رو این تعریفه بگم که این اراده آزاد بنظر دو رکن اصلی داره. از هر کی مثلا میپرسی اینو میگه شما، یکی بحث قدرت تصمیم گیریه، یکی هم انتخاب کردن هست، قدرت انتخاب کردن. این دوتا هست، یعنی اینو انقدر مبهم نباشه داشتنش، اینکه میتونیم تصمیم بگیریم و استدلال کنیم، بیایم یه تصمیماتی رو بگیریم، انتخاب کنیم، و این به نظر میاد که یه روشن‌تر باشه، ماشینی تره، اینجوری شاید روشن‌تر باشه که مثلا تعبیر اراده آزاد میکنه. بسیار خب، پس شما میدید بحثی کم چیزشو مشغل. خب ببینید، ما الان 10 و 20 دقیقه این فکر کنم چیز باشه،
من اگر بخوام به گروهی وقت بدم طبیعتا الان استفا محاسبات من بله گروه مثلا یه دو دقیقه به هر گروه وقت بدیم آخه شما طبق محاسبات من شما 14 دقیقه صحبت کردید اینا 8 دقیقه ما 14 دقیقه آره یعنی بعد از اون 5 دقیقه های اول که من حساب کردم اینطوری در این چه من فکر کنم مقیاس زمانی من زیاده آره فیلمش هست آقای ارباب میتونید حساب کتاب کنی خیلی مناظره دوم فیلم بذاریم جبران کنیم اگر اشتباه شده آره آقای معمر اگر شما چیز بکنید یه چند دقیقه دو سه دقیقه والا ما وقت میدیم ببینیم چی میشه که تموم بشه سلام دوباره ناپای این فکرم یک مشکل اصلی به وجود داره میاد این که اون گروه میگه که شما باید بگید که اون فرض هم میکنن که اراده آزاد اصله ما باید ما اگر داریم اراده آزاد نیست ما باید اثبات کنیم ما داریم فرض میکنیم که اراده غیر آزاد انگار اصله باید شما باید اثبات کنید که اراده آزاد وجود داره ما چرا خب داریم میگیم که اراده غیر آزاد اصله اصلا ما همیشه وقتی میخوام این نظریه بیان کنیم نظریه صفر میذاریم که چیزیه که هیچ فرض خاصی نمی‌کنه یعنی فرض کنیم به طور طبیعی این چیزیه هیچ فرض خاصی توش انجام نمی‌دیم و بعد حالا اگر یک رفتار خاصی داریم مشاهده داریم می‌کنیم اون رفتار خاص رو باید اثبات کنیم ما داریم توی یک دنیای زندگی داریم می‌کنیم که موبایلی که رو زمین نشسته اون خودکاری که رو زمین نشسته خود به خود خودش بلند نمی‌شه راه بره اون پاک کنه من خوش بلند نمی‌شه بلند شه یه چیزی رو پاک کنه بعد سر جاش بشینه همه چی تعینی داره کار داره می‌کنه خب پس توقع داریم می‌گم یک رشته وجود داره از اتم‌ها تا انسان این رشته تکامل رشته خیلی مهمیه کیسه اتم بوده مولکول شده حالا سلول تشکیل شده تا رسیده به ما یک رشته پیوسته اینجا وجود داره شما توی رشته پیوسته دارید سنگو نگاه میکنید میگی که این اراده آزاد نداره بعد انسانی که متش نشسته اراده آزاد داره یه جا مشخص از کجا بعد این اراده آزاد ایجاد شده پس به طور پیش‌فرض اگه ما چیزی رو مشخص نکردیم توقع داریم که اون انسانه مثل اون سنگ عمل کنه همش از یک جنس باشه به خاطر همین ما میگیم اگر شما دارید اراده آزاد یک چیز خاصی وجود داره به اون نشونش بدید و بعد حالا حرفی که داشت مهیار داشت میزد که مثلا ما ذهن دیگران نگاه میکنیم خب آره اون تئوری آف مایند که ما اصلا یکی از علتهایی که اصلا میگن توی تکامل اصلا شکل گرفته این حس خودآگاهی ما اینه که ما سعی کنیم خودآگاهی هم به خودمون اصلاح کنیم هم به دیگران تا بتونیم یک نظریه ذهنی در مورد طرف مقابل بسازیم تا بتونیم بین خودمون همکاری ایجاد کنیم یعنی مثلا باعث تمام این چیزا این که ما چرا میتونیم تفکر کنیم چرا ما حس همنوع دوستی داریم همه چیزی که وجود داره سر اینه که بتونیم کنار همدیگه زندگی کنیم که بتونیم بقا پیدا کنیم و تکامل اینا خیلی سعی میکنم توضیح بدم و چیزی که الان وجود داشت مثلا حسین اربابی داشت میگفت این وسط کارا استاد گفت مثلا ماشین شیریاخت دیگه مثلا ماشین شیریاخت مثلا داره تصمیم داره میگه هیچ کم پیش بینی کنه مثلا میتونیم از این ماشینا استفاده کنیم که عدد تصادفیشون هم از اساس نوسانات مثلا کوانتومی مثلا درست دارن میکنن که 100% دیگه واقعا مثلا رندوم اصله بعد چیز زدن که وجود داره حالا یه حرف عرب حسین داشت میگفت این بود که خب ما نمیتونیم هیچ وقت بفهمیم بله این دقیقا اون مسئله من the problem of qualia بهش میگن میگن اون کیفیتی که تو ذهن ما وجود داره یه مثال معروفی وجود داره که میگن که ما میتونیم بفهمیم که خفاش چجوری مثلا امواج داره میفرسته اون امواج میخوره برمیگرده و بفهمیم که این امواج کجا کدوم نورونهای ذهنیشو تحریک داره میکنه با کدوم فلکان اینا میتونیم بفهمیم ولی آیا این که اون نورون چه درکی از اون امواج داره ما میتونیم بفهمیم این که ما چه درکی از رنگ سفید سبز داریم ما میتونیم بفهمیم خب اگه بگیم که یه سری میگن که آره دیگه ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم چون یه چیزیه که کلا سابجکتیو و هر شخص داره میفهمه و نمیتونیم به ابجکتیو اثباتش کنیم ولی خب میگم همیشه ذات این بوده که ما 100% چه چیزایی میدیم این خیلی تو بحث محیرا دیده میشه که خب 100% چه چیزا هستش که ما نمیفهمیمشون ما الان نمیتونیم کامل متوجه بشیم و به این معنی نیست بگیم که خب علم ما قابل توضیح نیستش این چیزی که اصلا با علم قابل توضیح نیست یه چیز فراتر از علمه نه ما همیشه چیز متوجه نشدیم و تلاش کردیم اونو متوجه شدیم اصلا ذات علم بوده این چیزی بوده که به ما انگیزه میده که علم رو جلو ببریم این که بگیم که این یه چیزی که قابل توجه نیستش که اصلا داریم راه همه چی داریم میبندیم راه روش علمی رو داریم میبندیم و خب در نهایتی که وجود داره اینه که حالا ما درسته خب یه سری آزمایش‌ها نمی‌تونیم 100% هیچ کدوم نمی‌تونیم به طور قطعی ثابت کنیم که نظر کدوم مثلا واقعا اراده آزاد هستش یا نیستش و چیز مهمی که وجود داره اینه که اون واقعا یه سری بحث‌های کلی میشه کرد یعنی من خیلی دوستم مثلا حالا این وقت نشد مثلا سراغ مسئله جسم و ذهن بریم مثلا پایه تمام این چیزه که اراده اختیاری هفت تا می‌زنیم مسئله جسم و ذهنه
اگر رابطه بین جسم و ذهن رو مشخص نکنید که اصلا علیتش از بالا به پایینه، از پایین به بالا چه شکلی هستش، اصلا غیر منطقی، اصلا همه حرفا غیر منطقی داره میشه و واقعا حرف میزنن، مثلا حرفایی میزنن و به این نتایج میرسن که مثلا این نتایج پایه‌ای که همه قبولش دارن. پس اونجوری نیست که بگیم که ما هیچ چی این قابل اندازه‌گیری نیستش. من کلاً برای من به خلاصه این بودش حرف من. بسیار خوب استاد، من در حد یک دقیقه یک دقیقه بیشتر قطع میکنم صداتو. اراده آزاد دارم یه دقیقه بعد یه دقیقه قطعش میکنم. ناچارم بعد یه دقیقه قطع کنم صداتو. بگو بچه ها. دو تا چیزو گفتن، یکی در مورد این که دقیقا نمیتونیم مشخص کنیم بود و یکی دیگه هم در مورد این احساسایی بود که داشتیم، همش در مورد احساس میگفتن. خب اولا در مورد این که چیز قابل پیشبینی نیست، آقا قابل پیشبینی بودن اوکی درسته، ما نمیتونیم به طور دقیق پیشبینی کنیم، ولی بیا اثبات کن این به معنای داشتن اراده آزاده. آیا چیزی غیر قابل پیشبینی تر از اون ماشین شرودینگر هست که به صورت رندوم تشعشو منتشر میکنه؟ آیا این ماشین که اصلا نمیتونیم بفهمیم الان میخواد پرتو بزنه یا نزنه اراده داره؟ نه. خب من چطور ثابت کنم؟ من ثابت کنم. خب همه میگم وقتی اومدی ثابت کردی، من میگم اراده آزاد وجود داره. این که نمیتونیم پیش بینی کنیم به معنی این که اراده آزاد داریم نیست. حالا یه چیزی در مورد این حس، حمید رضا و مهیار و خیلی از بچه‌ها میومدن میگفتن آقا ما چی داریم؟ ما یه حسی داریم که این بهمون یه دقیقه شد. دقیقاً این حس رو آزمایش کردن، به طرف اومدن این حس رو دادن، یعنی یه نورون رو تحریک کردن، طرف حس کرده که میخواد بره این کار رو کنه. بعدش هم استاد همون اول جلسه گفتن، بعدش هم اومده توضیح داده آره من این کار رو کردم به خاطر فلان چیز بود. یا برعکس، خیلی وقتا طرف احساسش رو از دست میده، یعنی یه سری کارها رو میکنه فکر میکنه این احساس مال خود، اسمش هم اینجا یادداشت کرده بودم ولی خب وقتم تموم شد دیگه نمیگم. یا مثلا به طرف میگن یه چیزی هست در مورد وتو کردن، میگن کسی که اراده آزاد داره اگه قرار باشه نورونش یه کاری بعد بتونه وتو کنه، میان چی کار میکنن؟ میان یه سیگنال میزنن که آقا دست چپتو ببر بالا، بهش میگن آقا ما میخوایم دست چپتو ببریم بالا، تو با اراده آزادت یه کاری کن که دست چپت نره بالا. چه اتفاقی میفته؟ سیگنال رو میزنه، دست چپه میره بالا. بعد ازش میپرسن چی شد؟ میگه من خودم در آخرین لحظه تصمیم گرفتم که دست چپم ببرم بالا. یعنی خودش احساس میکنه، یعنی ما همین احساس رو با سیگنال میتونیم به طرف بدیم. آقای شیخی من الان دیگه رسیدیم به سقف که مساوی شدی. اگه بیشتر طرف بزنیم باید اونها هم حرف بزنن. بسیار خوب. خب من بذارید، خیلی ممنون. من دیگه دیگه به من جمع‌بندی کنم. یه سری آقا چیزا گفتم جواب نگیر. نه دیگه نمیشه دیگه. بازی میاد. بس آخه ارائه که من چون میدن. بذارید من، آره یه دقیقه من. من یه سوال دیگه ای فقط من سعی میکنم من بر خودم وقت بگم. یه دقیقه صحبت بکنم. من یه سوال دیگه ای بپرسم. و اینکه آیا رنگ وجود داره؟ مثلا به خصوص آیا رنگ صورتی وجود داره؟ هم چون 17 ثانیه. خیلی خوب. آره این سوالیه که خیلی خوبه. من فکر کنم چیز خوبیه که آیا رنگ وجود داره، رنگ صورتی. میدونید رنگ صورتی برای انتخاب کردن که شما هیچ بسامدی ندارید که رنگ صورتی رو بده. طیف رو باز بکنید، طیف خورشید رو توش صورتی نید، قهوه‌ای هم نید. خیلی خوب، خیلی خوش گذشت. انشالله یه وقت دیگه اگر چیز رو میتونیم بریم باز با هم سوال و جواب بکنیم و ببینیم چه اتفاق میشه. خدا حافظ همگی، دست همگی درد نکنه.